آلمان با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار توجه به خطر اعدام یا سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در ایران شد. همچنین امروز بعد از ظهر به وقت واشنگتن نشستی مطبوعاتی درباره حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی برگزار می‌شود. مینا احدی مسئول کمیته نجات سکینه محمدی و سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام یکی از سخنرانان این نشست است که صدای آمریکا با او درباره این کمیته گفتگو کرده. به بخشی از این گفتگو توجه کنید. من حدود 3 سالی هست که در جریان سرنوشت خانم سکینه محمدی آشتیانی هستم. شاید خوبه اینو بگم که پسرشون از طریق همین رسانه هایی که فعالیت های ما رو منعکس میکنن یه مصاحبه از منو دیده بود و شماره تلفنم اعلام شده بود و سجاد این شماره رو یادداشت کرده بود و به من تلفن کرد. این یکی از خاطراتی هست که همیشه تو ذهنم مونده، چون یه دفعه دیدم یه پسر جوونی با یه صدای خیلی لرزانی زنگ زد گفت که اونجا حقوق بشره. من گفتم که منظورتون چیه؟ گفت با خانم احدی کار داشتم. گفتم خودم هستم. بعد گفت که مامانم رو میخوان سنگسار کنن. این جمله تو ذهنم 3 ساله که هست. گفتم چطور ممکنه این کار رو، یعنی تا حالا من سال هاست تو این کارا کار فعالیت میکنم، ولی این یکی دیگه برام واقعا زیاد بود که یه بچه زنگ بزنه و بگه مامانم رو میخوان سنگسار کنن. گفتم مامانت کیه؟ گفت سکینه محمدی آشتیانی. اسم برام یه ذره سخت بود، دو تا فامیل. گفتم سب کن اسمش رو یادداشت کنم. بعد اسمش رو یادداشت کردم و بهش قول دادم که حتما هر کاری بتونم بکنم برای نجات مامانش. تا اینکه اتفاق افتاده بود 3 سال قبل این تلفن شد، ولی بعدن که در جریان قرار گرفتم، خب این خانواده حدود 5 سالی هست که با این مشکلات رو در رو هستن و 4 سال قبل خانم آشتیانی محاکمه میشه و 99 ضربه شلاق میخوره جلوی چشم سجاد و بعد، ولی پرونده میره دادگاه بالاتر تبریز و بعد تهران تایید میکنه. درست بعد از تایید تهران زنگ زد و گفت که میخوان مادرم رو سنگسار بکنن. این ایده اول که سنگسار در ملأ عام باید انجام بشه، فکر میکنین به خاطر چی بود؟ به خاطر فونکسیونی که سنگسار داره، یعنی ترسوندن مردم. به نظر من ببینید، توی روزنامه و رادیو جار میزدن، میگفتن خانم مریم ایوبی مثلا میخواد سنگسار بشه در تاریخ فلان در تهران، بیایید. این به خاطر همینه من و شما که میشنویم خب وحشت میکنیم و کسایی که میبینن به طریق اولا وحشت میکنن و این وحشت پخش میشه توی جامعه. به نظر من یکی از مهمترین چیزا هم همینه که زنا وحشت کنن و تمکین کنن به قوانینی که اون حکومت داره، به حجاب اعتراض نکنن، چون توی ایران واقعا جمهوری اسلامی رو مردم قبول نکردن و زنا به خصوص اصلا قبول نکردن. حجابشون رو هی پرت میکردن تو خیابون، مثلا مقررات رعایت نمیکردن. جمهوری اسلامی برای اینکه اینا رو بترسونه زن میآورد وسط خیابون سنگسار میکرد. بله، هفته آینده گفتگوی مفصلی با خانم مینا احدی خواهیم داشت در همین برنامه که از شما دعوت میکنم بیننده اون باشید.